شالوم خدمت دوستان عزیز، پارشای لخ لخا. هشم با ابراهام صحبت میکنه با اینکه تورا درباره ابراهام چیزی نگفته، ولیکن ابراهام فعلا در موقعیت حالا 75 سالش. And he went through a lot of nisyonot و موقعیت‌های بسیار سختی. مقدس کرد اسم هاشم طوری که پرکی ربی الیزر می‌فرماید چندین سال تو زندان بود بخاطر که می‌خواستن بکشنش و تا اینکه نیمرود بود، نیمرود پادشاه، بعد اینکه ابراهام بتای پدرش شکوند، نیمرود گفت پس اگه خدای تو قبول داری که تو رو قبولش داری، پس اون بزن نجاتت بده از کوره آتش. و ابراهام رو انداخت تو کوره آتش و هاشم اتباراخ دستش رو توی کوره آتش کرد، ابراهام رو نجات داد و تمام اون موقعیت اون شهره زیر رو شد. تمام مردم دیدن که یک وجود خارق العاده ای تو دنیا وجود داره که خدای ابراهامه. هاویر حق قدش بارخو به ابراهام میگه با اینکه ابراهام خیلی مریدهایی داشت، خیلی شاگردهایی پیدا کرد، همچنین سارا ایمنو خیلی به راه هاشم اومدن بعد از این اینسیدنته. هاشم و یوم هاشم ال ابراهام لخ لخا می ارض خا می مولد خا می بیت آویخا. به ابراهام که تمام این راحتی خونه پدر و خانواده و شهر و کشور رو باید ول کنی و حتی بهت نمیگم من کجا بری، الها آرس اشر ارعکا، به اون زمینی که بعدا به تو خواهم نشان خواهم داد. You have to go. دو دفعه نوشته لخ لخا، کافی بود بگه به امرو ایگیوم هاشم ال ابراهام لخ میارتخا. واسه این توراتین که دوشا داره هاشم به ابراهام داره میگه ابراهام you are great، تو به درجه خیلی بالایی رسیدی، خیلی ها را به راه تورا آوردی، به راه امونا به هاشم آوردی، ولی کن اگر بخوای خودت تکمیل بکنی you have to start moving، you have to تکون باید بخوری، از جا تکون بخوری، نمیتونی تو اون راحتی خونه خودت بمونی اگه میخوای اسم هاشم تو دنیا بیاری. you have to go on the move، باید constantly باید تکون بخوری، از جا به جا بشی، موقعیت های جدید، امتحان های جدید خواهی گذشت، از گذرمون سختی های میاد تو زندگی، به امونای هاشم اتباراخ قوتت قوی تر میشه، میبینه دست هاشم رو بیشتر میبینی و از هر طوری که بیشتر میدی به درجه بالا و بالای بالای خواهی رسید تا اینکه الها آرت برو تو اون زمینی اشر ار اکا ختم توفر میگه به زمینی خواهی رسید. بعد از اینکه یه سری تستایی بگذرونی، یک سری تکمیل خودتا بکنی، بالاتر و بالاتر ببری خوددار رسید، خواهی به اون جایی رسید که میتونی هاشم اتباراخا الها آرتس به زمینی بری اشر ار اکا، من خودمون به تو نشون میدم، به درجه خواهی رسید که هاشم اتباراخا بتونی ببینی با اون طریقه که انسان بتونی هاشم اتباراخا درک کنه. So he's saying نمیتونه یه یهودی به راحتی جای خودش باشه، هی هست و به طور مداوم باید خودش را به درجه بالاتر ببره. دست باید ابراهام بیستالگیم هاشم به ابراهام و تو موقعیت های جدید، تو شهرهای جدید، نیسایون جدید، تا بره از بری به اسرائیل، بری به طرف اسرائیل، سختی هایی که هست، ساتان اومد جلوش گرفت، اشکال هایی که پیش اومد، رفت تو سرزمین اسرائیل که آخرش رسید قحطی شد،
مجبور شد که از سرزمین اسرائیل بره تو کشور مصر تا مشورزه زنش گرفتن. بعد از اونجا خارج شد، بعد دعوا شد با لوط با پسر برادرش، از اون سوا شد، بعد از اون کانستنتلی اتفاقی که میفته ابراهام تو موقعیت های سخت گیر میشه و به امونا و قوتی که به هشم باراخ ایمان داره خودشو بالا میکشه و بالاتر و بالاتر میره تا به سرحدی که رسید که هشم به ابراهام گفت هیتلخ لفنای وحیه تامیم، حالا وقتش رسیده که خودت کامل بکنی، و میسوای میلا هشم باراخ به ابراهام داد. شعل تورنوسروفوس هراشا یکی از امپراتورای روم بود، از ربی اکیوا پرسید. از ربی اکیوا گفت که همیشه با ربی اکیوا این مجادله میکرد، مباحثه میکرد. ازش پرسید یه دفعه از ربی اکیوا ببیا به من بگو ببینم دستکار هشم بالاتره یا دستکار انسان؟ اون چیزی که هشم درست میکنه با درجه بالاتر داره یا درجه اون کاری که انسان میکنه؟ منظورش نگفت چیه، ولی که ربی اکیوا فهمید منظورش چیه. جوابش داد ربی اکیوا، دستکار انسان از درجه بالاتری داره از دستکار حق قدش بار خود. تورنوسروفوس گفت خوب شد این جوابو دادی، ولی که اگه جواب اونطوری که به فکر اولی انسان میرسه، آف کورس دست کار هشم بالاتره، اگر به من میگفتی دست کار هشم بالاتره میدونیم از چی ازت میپرسیدم؟ میپرسیدم پس اگه اینطوریه حق قدش بارخو انسان را کامل آفریده، قلب یکی از خارق العاده ترین مایچه های تو بدن انسانه که هر ثانیه واسه 120 سال میتپه بدون نانستاپ و تمام حیات انسان را قوت داره، به قوت میده. مغز، اعصاب، تمام مایچه ها، تمام بدن such an incredible ماشینی که هشم باراخ آفریده. این یه طرف ما انسان ها میخوایم بیان بریت میلا میکنیم، اون یه تیکه پوست اضافه را میبریم. خب کدوم از این مهمتره؟ خب افکورت که باید بگید دستکار هشم باراخ. و ربی اکیوا میدونست که این تورنوسروفوس چیشه، واسه این جوابش داد دستکار آدم. تورنوسروفوس که به من ثابت کنی، خب این کاری که یه انسان میکنه یه تیکه پوست کات میکنه، این میلاست، خب چرا این بالاتر از دستکار هشمه؟ ربی اکیوا گفت خب میخوام ببینم من، تو موقعی که حق قدش بارخو گندم را میآفریده توی خوشه گندم که هست ده ها دونه گندمه، آدمی زاد بیاد گندم همطوری میخوره؟ یا آدم میگیره گندم رو میگیره خرمنکوبی میکنه، سوا میکنه پوستش را، بعد آرد میکنه، خمیر درست میکنه، نون درست میکنه؟ آیا انسان دونه گندم رو همطوری میخوره یا نون سالم، نون کامل؟ اف کورس که میبینیم که انسان نون کامل که میخوره اون اصل کاریه. بهش گفت ببینم من، حیوانی که یه پشمی داره این پشمه را آدم میکنه لباس میپوشدش، یا این که پشمه میگیره میشوره صافش میکنه بعد میریسه، از این پارچه نخ درست میکنه، از این پارچه درست میکنه اون موقع لباس میکنه میپوشه؟ پس ببین دست کار هشمه، انسان میگیره اونو تکمیلش میکنه، اون موقع به دردش میخوره. So this is what Rabbi Akiva is telling تورنوسروفوس هراشا. حق قدش بارخو دنیای آفریده و این دنیا را یه خورده از تکمیل کاملش کم کرده، یه خورده از تکمیلش گذاشته، گذاشته واسه انسان. او آخرین ضربت چکش گذاشته، پتیش مبکه پا پتیش گذاشته آخری واسه انسان که انسان بیاد اون تیکه آخری کار رو بکنه، و اون موقع تمام آفرینش به زیر دست انسان در میاد. And that's what Hakadosh Baruch Hu wants. و این
نکته یه که هشم چرا این کارو میکنه که به ما بگه این دنیا از تمام اون چیزایی که انسان لازم داره تو دنیا وجود داره، ولی این دنیا تکمیل نیست. We have to این استفاده کنیم و تکمیلش بکنیم. انسان یه بچه به دنیا میاد، بچه هیچ چیزی نمیتونه بفهمه، حتی نمیتونه خودش هم غذا بخوره، هیچ چیزی، ناتوانترین چیزی که باشه. ولی که لیدکتیست، اگه بهش برسی، غذاش بدی، شیرش بدی، بزرگش بکنی، میرسه به چه درجه موشه ربینو و ربی عکیوا و بزرگترین خخم اسرائیل میرسه. هشمید باراخ ای گیوز اس د خمر، خمیر را میده به انسان. چی آدم از اون درست کنه دست ماست و از ما میخواد که این دنیایی که آفریده را تکمیلش کنیم، به درجه بالا ببریم. من بیرت میلایی که هشمید باراخ به انسان داده اینی که انسان باید خودشو تکمیل کنه. چرا انسان با خیلی غریزه های حیوانی به دنیا اومده؟ یه یتسرهایی تو قلب ماست، غریزه حیوانی که درجه از حیوان ها ممکنه پایین تر باشه. ولی که این میتفای میلا به ما میگه که باید این غریزه ها رو سرکوب بزنن، این پوست زیادیه رو باید بکنن. به خاطر این پوست روی عضویه که نشونهی که تمام نیسیونای انسان رو این میچرخه. از لحاظ کدوشه آدم باید خودشو مقدس کنه، بخواد که این یه سهارایی که همه را گرفته، همه را میخواد به خودش بکشه که پایین بیاره. و اکثر مردم دنیا افتادن توی این چنگ این یه سهارا واسه کارهای نامشروع. ولی که هشمید باراخ به ابراهام میگه قوم اسرائیلی که تو پدر قوم اسرائیل هستی، ما باید تسخیر کنیم این یترا، استفاده کنیم واسه عبودت تکادش بارو خوب. هیمول یمول باخم کل زخار، و یه بریت عهده. موقع که عهد میبندند معمولا دو نفره بدنشون رو کات میکنن و خونه رو به هم، اون کات قسمت بریده شده رو به هم میچسبن که خونه به هم قاطی بشه. این بریت هشمید باراخه با قوم اسرائیل. ما خونمون رو میدادیم، میلا میکنیم که با حقش باره خود عهد ببندیم که ما کدوشا قوم اسرائیل به درجه بالا میخوایم ببریم، خودمون رو بالا ببریم و از این یتسهارا و این تمام تونای دنیا خودمون رو چکار کنیم، ما دور بکنیم. این قوت لخلخا و میلاست که هشمید باراخ میگه Now I have دورم نوح اومدند و همه از بین رفتند، به خاطر افتادن توی چنگ یتسهارا. ولی گن حالا من قوم مقدس اسرائیل دارم، من به قوم مقدس اسرائیل میتونم رو اونا حساب بکنم که خودشون تکمیل کنم و درجه بالا ببرم و تمام دنیا را ببرم به درجه بالاتر و قدوشا ببرم. و این وظیفه یه که هشمید باراخ و دیمندی که هشمید باراخ از قوم اسرائیل داره که ما باید خودمون رو بهتر کنیم، باید خودمون درجه بالاتر ببریم. به خاطر این دنیای ناکامله، نه آدم نگی بگی آدم خب من باروخ هشم این همه عاقل هستم، فکر دارم، این همه هستم، بیزنس دارم، سر جا خودم هستم، دت سوید اکتفا به ورزه آدم. بلکه آدم باید سعی کنه کانستنتی به درجه بالا و بهتر ببره. امروز روز پنجشنبه یود الف خشوانه و روز یورتسایت راخل ایمنو علیها شالوم، راخل ایمنو علیها شالوم روز یود الف خشوان فوت کرد. و اینطور نبی یرمیاهو درباره راخل ایمنو میگه. راخل ایمنو یکی از چهار تا ایماهوتی که ما داریم و چهارو میشه از همه کوچیکتره، سارا، رفقا، لیا، ان راخل.
وقتی تو ناوی پرک لامد الف یرمیاهو پاسخ یه دالت میفرماد که آمر هشم، هشم اینطوری میفرماد کل به راما نشما، در شهر راما همچین صدایی شنیده میشود، نهی صدای آه و ناله، بخی گریه، تمروریم به طور خیلی تلخ ترخناس تلخی گریه میاد و این گریه کیه؟ به خاطر که تو راما راخل ایمینو، مقبره راخل ایمینو تو راماست، راخل موکا البانی ها، راخل داره گریه میکنه به خاطر بچه هاش. میاناله نحم و حقادش بارخو میخواد تسلیتش بده، ساکت کنه راخل ها، راخل امتنا میبرده، میگه من نم ندارم، من متوقف نمی کنم گریه و ناره داخل بچه هم البانه ها که این میگه من تا مادامی که بچه هم بر نگشتن ساکت نمیشینم. واسه این هشم میگه کوامر هشم من ای کلخ می بخی، هشم به راخل میگه اوکی خواهش میکنم استاپ، توقف کن دیگه گریه نکن، و عینایخ می دیما از چشمات اشک نریز، که یش ساخال پی اولاتخ، هشم میگه من ساخالت میدم به خاطر کارایی که کردی نومشم، و شاوو مئرت آیه و بچه ها دو بر میگردونم، هشم داره قول میده به راخل که بچه ها بر میگردن به سرزمین اسرائیل، و شاوو بانیم لگولام، و بچه ها برمیگردن تو اون سرحد جماعت اسرائیل، سرزمین اسرائیل برمیگردن. راشی میفرماد چرا راخل گریه میکنه؟ به خاطر که یکی از اولادای داوید ملک از خیزکیا، پسر خیزکیا که منشه باشه، موقعی به پادشاهی رسید هی بیکم راشا مروشا و رفت یه دونه بوتی برد تو هیخال، اونجایی که آرونه و اونجایی که سفر تورا وجود داره، اونجا رفت یه بوتی گذاشت. حکادش بارخو موقعی اینا دید عصبانی شد و باید بیت امیگداش خراب بشه و تمام جماعت اسرائیل با درنگالوت. موقعی این گزرا اومد نخنسار راخل، راشی روی ناوی اینطوری میفهمه راخل اومد در به درگاه هشم ایت براخ، گفت ریبونو شل اولام، گفت ری یارب اولام، رحمه میم رو بیم، رحمه کی بیشتره، رحمه تو یا رحمه من؟ هوه عمر سارا راخلی منو گفت رحمه قادش برخو یا رحمه انسان بیشتره به بچه هاش؟ راخل گفت رحمه قادش برخو 100% بیشتره. پس اگه اینطوریه میگه ریبون و شلولا، من یه دونه عوو واسه خودم آوردم، شب عروسی قرار بود من برم با یعقوب آوینو ازدواج کنم، واسه خودم من یه عووی آوردم، راخل خواهرم آوردم تو جای خودم و جای خودم رو دادم به راخل، به لعا خواهرم، و من به اون رحم کردم و از قسمت خودم من صرف نظر کردم که شب عروسی نرم هجله، واسه خودم عوو آوردم و چیزی نمیگم من. پس اگه این طوری تو که بنی اسرائیل بچه های من یه دونه عوو واسه تو آوردن، خسف شلومی عوودازدار آوردن، تو هم نباید عصبانی بشی، تو هم باید بگذری رحم بکن بعد بچه های من. موقع که این تفیلا رو خوند نوشته که آمرشه من این گلخ میبخی، واسه این میفهماد که هشم ایتباراخ به راخل میگه این تفیلای تو مقبول شد. به خاطر که میدراش میفرماد موقعی که گزرا اومد ابراهام اومد تفیلا بخونه، بخون به زخوتی که من 10 امتحان رد کردم به خاطر تو به بچه های من ببخش، هشم گفت نمیتونی نمیبخشم. یساق اومد گفت به خاطر که گردن من گذاشتم رو میز به یخ، خودم خواستم قربانی کنم به خاطر تو، به خاطر این به بچه ها ببخش، گفت نه. یعقوب آوینو گفت به خاطر که من 12 شواتیم آوردم به خاطر این ببخش بچه های من، گفت نه. هر کدوم از آوت اومدن مشه ربنو تمام اینا هشم ایتباراخ گفت نه به زخوت اینا من نمیام ببخشم، تا آخرش
راخل اومد و این گفت که به خاطر عبوی من آوردم و من حسادت نورزیدم به عبوم، تو هم نباید حسادت ورزی، هشم بخشید. ولی این که تو پاسوق نوشته هشم اتباراخ نه فقط تفیلای راخل ها بخشید، ولی که به راخل میگه دیگه گریه نکن، من ای کلخ میبخی از صدا ده، دیگه گریه نکن راخل، و عینایخ میدیم آ، چشمات از گریه، دیگه گریه نکن، وارد زیست پاردافیتیه، دیگه گریه نکن، دیگه واسه چیه؟ خب بگه تفیلات قبول شد. واسه این نوشته میفرماد راخل یمنو دید نوشته تو تارا درباره راخل لعا صحبت میکنه، نوشته عینه لعا رکد، چشمان لعا نرم بوده، وارد زمین چشمای لعا نرم بود. راشی میاره گفتار خخامیم که راخ لعا میدونست که قرار قسمت عصاب بیفته، چون که میگن لاوان و ریفکا برادر خواهرن، ریفکا دو تا پسر داره، راخ لاوان دو تا دختر داره، و مردم میگفتن پسر بزرگ این که عصاو واسه دختر بزرگ اون لیا، دختر پسر کوچیک راخل که یعقوبه واسه راخل، واسه این راخل کانستنتی گریه میکرد به حقا دشما رو خوب که بابا منو به قسمت عصاو راشان نده. واسه این نوشته راخل دید که چقدر خواهرش گریه میکنه، اومد خواهرش رو بغلش کرد، گفت خواهر من گریه دیگه نکن، گریه نکن، من جای خودمو میدم به تو که تو بیا به تو خوبا به جای من، و این کارو کرد و لعا رو فرستاد که اینطور گیره یعقوب آوینو بیفته، حتی اگرم قرار شد که خودش بیفته به گیر عصاو، چون که نمیدیدیم چطور میشه. ها آمر حکادش بارخو ابراهام و ایساق و یعقوب و موشه و اهرون و تمام اینا اومدن، تفیلا اینا رو قبول نمی کنم، ولیکن این راخل که جلوگیری کرد چشم خواهرش را گریه نکنه، اون کسی که جلوگیری کرد که از کسی چشمش گریه نیفته، حقادش بارو خوبی که من نمیتونم گریه ای را ببینم، تو راخل اومدی جلوی خواهر را گرفتی که چشم گریه نکنه، تسلیتش دادی، هشم میگه من نمیتونم گریه راخل را بفهمم. من ای کلخ می بخی، هشم میگه من نمیتونم بذارم باشه که کسی که جلوی گریه کرده یا کسی گریه نکنه و عشق نریزه، این بیاد حالا بیفته تو موقعیت که خودش باید گریه کنه. من ای کلخ می بخی و من عیق بدیم آه شافو پانیم لگولام، هشم میگه به خاطر این برمیگردم. این قوت انبلیویبیه که یه نفری اون احسانی که بکنه ultimately بزرگترین احسانش به خودش برمیگرده. هر موقعی که تو بذاری یه نفری مختجل نشه، هشم نمیذاریش وقت مختجل بشی، هر کسی که کمکش بکنی هشم میذاره که هیچ وقت ناتوان و مستمند نشی، و این درجه بزرگی که راخل ایمنو به ما میگه با سکریفایس، با جونفشانی، یه زخوتی آدم پیدا میکنه که هیچ جای دنیا پیدا نمیشه، هیچ صدیقی همچین زخوتی نداره. اونی اگه بخوای گیوین یور قسمت خودت واسه دیگری، هم ببین هشم اتباراخ دنیا رو عوض میکنه به خاطر این کسی که همچین احسانی واسه یکی کرده. و اینی که هشم اتباراخ میخواد به ابراهام بگه لخ لخا، ما نایمدیم تو این دنیا بشینیم راحت تو کاوچ و راحتی بکنیم، we are coming here که constantly خودمون رو به درجه بالاتر و بالاتر و بالاتر بخوام برسونیم، and we have to strive to achieve، به درجه برسیم که به اونجایی که بتونیم هشم اتباراخ
با چشمانمون ببینیم و به ذات هشم زخه بشیم که هشم یتبارخ شخیناشون جماعت ایسرائیل بذاره، دشمنای ایسرائیل رو نابود بکنه، هم یکایک افراد یهودی تو سرزمین ایسرائیل تمام دنیا رو حفظ و حفاظت بکنه و انشالله هشم یتبارخ سربازان ایسرائیل رو به زیر بال سایه خودش به سلامتی تندرستی به جنگی که میرن هشم یتبارخ جنگ اونا رو بکنه اکامپلیش بشن، کاری که میخوان انجام بدن دشمنای ایسرائیل نابود بشن و تمام سربازا و تمام قوایی که نگهداری جماعت ایسرائیل برگردن به خونه و زندگی به بنیان بیت‌المقدس، بیم هراز یا مینو شبات شلوم ببرخ.